بسم الله الرحمن الرحیم. گاهی دستت میلرزه، گاهی دستت میلرزه، گاهی دستت میلرزه، گاهی دلت میلرزه، گاهی دست و دلت میلرزه. اینجور وقتا پیش اومده یکی بگه پریشونی تو میخرم. اینجور وقتا پیش اومده هوایه یه چیک آب شی، شبیه آتش بشی. نه از تشنگی، نه از تشنگی، نه از تشنگی، که از دل سوختگی. آخ، از دم غروبی که دست و دلت با حوصلت رفیق نیست. آدم شبیه بیپناهی میشه، شبیه غربت، شبیه غریبی. واسه همینه که میخوام بگم قاعده یه چیک آب، قاعده یه کف دست آتش، قاعده یه غروب در تنگی، قاعده بیتابی های کهنه، قاعده خستگی های بیاد. دست و دلت رو بده به اونی که اون بالاست. باش حرف بزن. شبیه گفتگوهای تنهایی، بوی کوچه های بارون خورده رو دوره کن. یا زامن آه، یا زامن آه. خدا پشت پنجره دلت، خودتو این روزگار رو بگه یا علی مهمون کن. یا علی. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض ادب به شما آقای جواد رضویان، خوش آمدید به گفتگوی تنهایی، در خدمت شما هستیم. بنده هم سلام عرض کنم خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیزتون. سعادتی که در خدمتتون هستم. با افتخارم که بندارم تو محفل گرم خودتون دعوت کردید. سپاسگزار. آقای رضویان، برای نعمت خندیدن همین یه دونه چقدر خدا رو شکر میکنید؟ فکرم جهان بدون خندیدن و یه آن تصور کنید چه جای غیر قابل تحملی میشه. برای همین یه نعمت چقدر خدا رو شکر میکنید؟ قطعا این لطفی که خداوند به من داشته، چه از نظر فیزیک، یعنی این فرم صورتی که خداوند به من داده فرمیه که شاید تو بدترین شرایطم من لبخندی زده باشم و اطرافیانم دلشون به واسطه این لبخندی که من زدم یه ذره شاد شده باشه، خیلی کم. و خداوند رو نمیدونم چی جوری میشه شاکر بود، یعنی اصلا تعریفی نمیشه براش گذاشت. چه نعمت خدا دادیه که خداوند این به من داده. و میگم من برای این هیچ تلاشی نکردم، لطف حضرت حق بوده. این یه نکته ای داشت چوش، بیا راجبونی کمی صحبت کنیم. گفتی تو بدترین شرایطم من لبخند زدم. خب باید یه قصه از یه جای آب بخوره که آدم بتونه تو شرایط بدم لبخند بزنه. یه کمی سخته. این چجوری ماجراش؟ ببینید، کلن برمیگرده به این که ما چه توقعی از این دنیا داریم. اگه قرار باشه که چارچنگولی بسته به شرایط این دنیا وصل باشیم و قرار باشه سختی ها ما رو اونقدر خورد بکنه که حتی وسط سختی ها نتونیم لبخند بزنیم، به نظرم خیلی کارمون زاره. من قبل همه چی فکر میکنم ادخال و سروش قلب المؤمن افضل من عبادت عشر سنه است. یعنی من میخندم، مخاطبم رو میخندونم، اطرافیانم رو به خنده نزدیک میکنم. حالا شاید نخندن، شاید یه ذره باعث آرامش خیالشون بشم، حداقل به مشکلاتشون یه ذره کمتر فکر بکنم. این فرصت رو خداوند برای ما قائل میشه. یه فیلم بردار خیلی معروف داریم ما تو سینما، الان نمیدونم شاید درست نمیدونم، میگم حسین آقای ملکی، ببخشید من اسم شما رو میارم. حسین آقای ملکی صورت کاملا بشاشی داره، خودش همیشه در حال خنده است، دیگران هم به خنده وادار میکنه. کار کردن با حسین آقای ملکی واقعا غنیمته. یعنی من مطمئنم باید یه ثوابی کرده باشم که حسین آقای ملکی سایش بالا سرمون باشه توی پروژه. از یه کرین 13 متری حسین آقای ملکی افتاد و یه چیزی نزدیک مثلا 2-3 ساعت بود حسین آقا چپه آویزون بود. صورت حسین آقا شده بود رنگ دیگه صندلی که شما نشستید روش، قرمز، این سفیده، اونجا قرمز. عرضم به حضورتون
حسین آقا رو آوردن پایین بالاخره با هر مصیبتی که بود. دستیار حسین آقا اپراتور همین کرینه اومد دوستم آقا حسین آقا از یه جایی به بعد شما چه لبخند میزدید؟ دمرو آویزون 13 متر ارتفاع چه لبخند میزدید؟ حسین آقا دنبالش یاد گفت مردک من قیافم این شکلیه چیو لبخند میزدی؟ من داشتم میمردم. من پرسیدم که برای نعمت خندیدن چقدر میشه خدا رو شکر گفت. برای حالا یه قدم بیا جلوتر بریم، برای موهبت خنداندن خود جواد رضویان چقدر خدا رو شکر میکنه؟ احساس اینو دارم که به واسطه اینکه خداوند این لطفو در حق من کرده شاید من بتونم یه ذره به مردم آرامش بدم، اینه که منو آورد اصلا تو این حرفه. چرا دوست نداشتی این حرفه رو؟ من یه ذره برمیگردم به عقب، حالا به واسطه این سوالی که پرسید، من اصلا به کار نمایشی هیچ علاقه ای نداشتم. یعنی در کودکی در 5 سالگی ادای همه رو در بیاری و همه میگن چه بچه باز اینا نبودی؟ نه نه نه، آخه اصلا زمان ما خیلی چیز آنچنانی هم استعداد نبود از اون موقع. نه خیلی چیز آنچنانی ما تو تلویزیون نداشتیم که من بخوام اداشون دارم. الان ماشاءالله امروز فکر میکنم صبح که بیدار شدم داشتن افتتاح میکردن 18 شبکه داخل. حالا باز الحمدلله یه چیزایی هستش که مردم بتونن اداشو در بیارن که احساس این بهشون دست بده که بچه هاشون خیلی بچه های با استعدادی هستن. من نه، من از بچگی ادایش کس دایی نکردم در بیارم، یعنی بلد نبودم، کم استعدادی خودم بوده، بلد نبودم ادای کسی در بیارم. و باورتون شاید نشد توی مدرسه همونم همه میگن مثلا سابقت چیه، میگن آه ما تئاتر رو از مدرسه شروع کردم. من هر وقت تئاتر بود تو مدرسه من حوصله نداشتم، بودم میشدم میرفتم تو حیات. نگاه هم نمی کردی؟ نه خیلی واقعا دوست نداشتم از اول. قربان شستن چه حرفای بدی دارم میزنم. عرضم به حضورتون، ولی سال 73 که یک روز مهران غفوریان تو دانشگاه هنر معماری ما درس میخوندیم، جفتمونم دانشجوی نقاشی بودیم، مهران به من گفت شاید بیا بریم سر صحنه کار ما. با مهران رفتیم اونجا و ما همون شوخیایی که تو دانشگاه میکردیم، همون بگو بخندایی که میکردیم و ما سر صحنه کار لبخند سوم جناب آقای امیر سماواتی که اولین کارش بود بعد از برگشتنش از تحصیلاتی که تو امریکا داشت، سلام عرض بکنم خدمت امیر سماواتی. آقای سماواتی این شوخی های ما رو دیدن و گفتن که جواد بیا برو این نقش واکسیه رو تو بازی کن. گفتم جان چقدر فکر میکنی که، نمیخوام سختش کنم اما جواد رضویان اصلا به این مقولات علاقه من نیست، تئاترم که تو دبیرستانشون بوده پام شده میرفته، یکی میگه که بیا اینجا میره و شاید افرادی سالها تلاش میکنن سعی میکنن پارتی میچینن اینو میبینن اونو میبینن که مثلا دو تا سکانس بازی کنن و نمیشه قسمتشون و بعد میره اونجا و میشه بازیگر میشه کارگردان. این اسمش چیه؟ اسمش رو بذاریم اتفاق، بذاریم حادثه، بذاریم نشونه، اسمش چیه؟ قطعا نشونه است. گاهی بساط عشق خودش جور می شود، گاهی بساط مقدمه ناجور می شود، برای همینجا گفته دیگه. واقعا میگم من نرفتم، مسیری بود که ذات حق گذاشت جلوی پای من. من خیلی بعد از اون تلاش کردم، دزدکی ها در کلاس های نمایش حضور پیدا کردم، منی که اصلا کلن بی علاقه بودم نسبت به این حرفه، من اصلا فارغ التحصیل تصویرسازی کتاب کودکم، من ایلستراسیون خوندم، نقاشی خوندم، هیچ مدرک بازیگری ندارم، الانم هیچ جا اسم من ثبت نشده در مقام بازیگر. در مقام قصاب محل ثبت شده؟ نه نه، یعنی شما الان شاید از مردم بپرسید جواد رضویان چی کار است، بگم مثلا بازیگره، ولی شما تشریف ببرید
مثلا کانون بازیگران یا تشریف ببرید خانه سینما، اسم من هیچ جا در این مقام ثبت نشده. خدا به جواد رضویان میگه ببین، تو میگی به این چیز علاقه ندارم، نمیخوای، تو اومدی به این دنیا که یه کاری بکنی، شاید اومدی من بهت این ظاهر رو دادم، این استعداد رو دادم که خودت شاید بهش واقف نیستی، که برای این اومدی دنیا که با مردم خنده قسمت کنی، و حالا هر قدرم خودت داری لجاجت میکنی و میخوای کارهای دیگه کنی و میگی علاقه ندارم، ببخشید این لفظ رو به کار میبرم، بی خود میگی که علاقه ندارم. باید میدونی چقدر اینجوری میبینی قضیه رو که یک چیزی انگار بار امانتی است که خداوند خدای در یک بخشی به جواد رضویات بر دوشش میذاره که اون باید این بار امانت رو به دوش بکشه. قطعا فرمایشتون رو کاملا صحیح میذارم روش. این یه چیزی بود که واقعا خودم ازش خبردار نبودم، شاید میگفتیم با دوستان رو میخندیم، ولی تو هیته مثلا 10 نفره 5 نفره 2-3 نفره دانشکده بود، تو هیته خانواده بود، بین پسرخاله ها بود، چیز دیگه ای نبود. یعنی من واقعا هیچ وقت این احساس رو نمی کردم که یه روزی بتونم بانی لبخند مردم بشم، و این بانی لبخند شدن قطعا خیلی ارزشمنده. بگم ما تو احادیث روایاتمون عرض کردم ادخال السرور فی قلب المؤمن افضل من عبادت 10 سنه رو داریم دیگه. اینو البته انقدر میبینی راحت میگم به خاطر اینکه بارها پای منبر با بزرگم اینو شنیدم. روحانی بودن ایشون و یه دوستی از دوستان پدر بزرگ، زمانی که پدر بزرگ بلند میشن به نماز مغرب عشا برای قفیل خوندن و نماز قفیلشون، در میاد میگه که حاجی سه جواد دیگه تو رو نمیاره مسجد، سه جواد کجاست؟ حاجی میگه دانشگاهست. من به حاجی میگفتم حاجی من ببخشید مثلا این ترم خیلی سرم شلوغه، و واقعا من دانشکده بودم تو اون تایم، سر کارم نبودم، ولی کاری در حال پخش داشتم. حاجی میگه که دانشگاهست. این بنده خدا در گوش حاجی میگه جا خبر نداری آقازاده مطرب شده. عجب. حاجی آقا همونجا دراز به دراز تو محراب زیر پاش خالی میشه، اصلا میفته تو محراب مسجد صادقی. روزی هم که روابطمون حسنه شد، من اولین چیزی که گفتم حاجی آقا من این جمله رو از خودتون یاد گرفتم. خودت گفتیم من شما من یاد دادی. چرا یک نوع تلقی وجود داره که انگار که آدم خدا دوست، که آدمی که رابطهش میتونه با خدا خوب باشه، مؤمن خوبی باشه، خندان باشه، انگار خیلی به باور کف خیابان ما اصطلاحاً نزدیک نیست. فکر میکنیم اگر جدی تر باشه، بیشتر اخم کنه، بعد مثل من نصف حرفاشو عربی بزنه و اینها، خیلی مثلا اون مؤمن تره. چرا مثلا همین جواد رضویان که همین عربی هم که میخونه به هر هر وسطش میخنده، چرا این شکلی کمتر هست؟ من به نظرم همه چی برمیگرده به خودمون، همه چی برمیگرده به دلمون. یعنی هر چی صداقت تو کلاممون بالاتر باشه، مطمئن باشید شما عربی حرف بزنید، ترکی حرف بزنید، فارسی حرف بزنید، لوری حرف بزنید، هر جوری که حرف بزنید، مطمئن باشید به دل مردم میشینه و باورش بکنن. نه اصلا این نیست. به نظرم همه چی برمیگرده به ذاتمون، به سیرتمون، به سرشتمون. چقدر جواد رضویان آگاه به این قضیه که این نعمت، این که بتونه همین چیزی که از پدر بزرگش میشنیده رو در حد توانمندی‌های خودش عملی کنه. لبخند، این خیلی ساده است گفتنش، رو یکم مزمزش کنیم، خنده قسمت کنه با مردم، این چقدر نعمت. دارم مزمزش میکنم. خوب چشیدی برام تعریفش کن چیه؟ عرضم به حضورتون، واقعا میگم اینی که شما میفرمایید و شاید خودم الانم ندونم که آیا واقعا دارم خنده تقسیم میکنم با مردم، یعنی آیا مردم با دیدن من خوشحال میشن، چون خیلی ها میدونم خوشحال نمیشن. خیلی ها تو حرفه خودم متاسفانه شاید از دیدن من خیلی خوشحال نشن، از فعال بودن من، کار کردن من خیلی لذت نبرن.
امیدوارم که خداوند این نیرو رو به من بده، این قوت رو به من بده، که همون تعدادی هم که از دیدن من ناراحت میشن انشالله وقتی من میبینن خدا رو شکر بکنن و بگن ای این یاری که نیشش بازه میشه اومد. همکارانت رو دوست داری؟ من همشون رو قابل ستایش میدونم، قابل احترام میدونم، همشون برای من عزیزن. اصلا مگه میشه آدم تو این دنیا اومدیم دوست داشته باشیم هم دیگر؟ چقدر به این قائلی جواد رضوی؟ این جمله خیلی مهم، خیلی گنده است. اومدیم دنیا هم دیگر دوست داشته باشیم، چقدر واقعا بهش قائلی؟ با ایمان دارم میگم اینو، یعنی شک نداشته باشید اینی که دارم میگم از قلبم. اومدیم تو این دنیا، حالا باز دوباره انشالله که روحش قرین رحمت، باز دوباره از حرفای با بزرگم التزام میکنم. به من میگفت زندگی هنر تحمل کردنه. این یه بار دیگه بگو. زندگی هنر تحمل کردن. اینا رو بهش قائلی در زندگی روزمره؟ واقعا تا اونجایی که در توانم بوده قطعا. من بنده سر تا پا گناه از دل بگیر سیاه، من سفیدی موامو سیاهی شد دایورت کردم رو قلبم. ایشالله که همینطوره. توی اتفاقات روزمره زندگیمون، تو همین زندگی جاریه، دلت هم میشکنه معمولا یا نه؟ اوه چی کار میکنی وقتی که اوه میشکنه؟ چی کار میکنی؟ دل ما رو اگه داده بودن دست این چینی بنزانه دیگه الان جایی برای سوراخ کردن و اون سیما رد کردن نداشت. بابت این دل شکستان رو هم خدا رو شکر میکنم. شده پیش خدا شکایت کنی بگی خدایا خسته شده؟ آره یه وقتایی شده. چی جواب میگیری معمولا؟ قطعا صبر دیگه. صبوری؟ صبر. بله خیلی آدم صبوری. تو زندگیم نه، ولی تو هیته کاریم وحشتناک آدم صبوری. جواد رضویان حقوقی رو بذاریم کنار، جواد رضویان خود جواد رضویان. آره. نسبتاً آدم صبوریم. جهان رو خوب می‌بینی؟ یعنی نگاه تو تربیت می‌کنی برای خوب دیدن جهان یا نه؟ نه آخه اصلا وقتی ما پیرامون رو نگاه می‌کنیم به غیر از زیبایی و حجت‌های الهی ما چیز دیگه می‌بینیم. اینم یه بار دیگه بگو. ببین حرفات تو خیلی ساده میزنی، ولی مثلا تو زندگی با این شمایل زندگی کردن برای منی که به هر حال این ضعف دارم خیلی دشواره. که تو میگی وقتی به جهان، ببین میگن که حضرت زینب بعد از واقعه سترگ عاشورا میگه که ما رأیت الا جمیلا، اصلا میگه من جز زیبایی هیچی ندیدم. خب این رو درجه ایمان و ایقان حضرت زینبه. دست یه آدم مشابه من باشه که خب اصلا معلومه چه خواهم گفت. میخوام بگم این که میگی ساده است، میگی ما به دنیا وقتی نگاه میکنیم مگه جز حجت های خداوند چه؟ واقع شاید اینه، ولی چقدر میشه عملیش کرد؟ چون زور من نمیرسه میگم دوباره تکرارش کن. نه قطعا زور خودم نمیرسه بهش که خیلی با تمام وجودم متوجه این قضیه باشم، ولی گاهن تو خلوت خودم پریشبا یه بارون خیلی خوشگل اومد تهران. شما باورتون نمیشه پارکینگ ما تقریبا به ارتفاع 35 سانت آب وایساده بود. چه شیبگیری درجه یکی. بله یعنی انقدر خوشگل اومدن فاضلاب کشیدن برا ما که این فاضلابه داشت پس بزد توی پارکینگ ما. بله من تا ساعت 5 صبح فقط داشتم پارکینگ خالی میکردم، ولی باورتون نمیشه خانمم تو پله ها وایساده بود و از این که من دارم میخندم و این آوا رو خالی میکنم خانمم عصبانی شده بود. یعنی میگفتم آخه یعنی چی؟ میگفت تو چرا میخندی؟ میگفت آخه یعنی چی؟ تو تیر ماه یه همچین بارونی که اینجوری سیل بزنه تو خیلی زیباست، خیلی خوشگله. پیش اومده که توی خیابون، توی یه محلی، یه جایی، کوچه‌ای یه چیزایی ببینی، یه کسایی رو ببینی، یه اتفاقایی ببینی که دلت بشکنه، که بغضت بگیره،
بله زیاد اتفاق افتاده. متاسفانه به واسطه شرایط اقتصادی حاکم و این اختلاف طبقاتی هایی که وجود داره خیلی دوست ندارم بهش بپردازم، ببخشید اگه میشه. خیلی دقیقا میخوام ببینم واکنش حسیت نه عملیت، که میدونم نمیخوای اینجوری دوری میگی، اینه که مثلا میگی آخه بعدم خب میگی آه سبز شد، شب سبز شد میری؟ آره میگم سبز شد میرم. میگی خود تو لغو میدی اینجوری یا چه فشاری داری میرم؟ چی کار کن آخی؟ یه سوال هایی میپرسید که نمیدونم واقعا چی باید جواب داد. دستون دردن بفرمید بعدی. فرض کنیم که جواد رضویان توی سریال یه کارگردانی بازی میکنه یا یه بازیگری تو سریال جواد رضویان بازی میکنه، رضویان کارگردان میشه. کات 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، 2 سال دیگه قراره یه کار دیگه رو فرزن اون کارگردان کارگردانی کنه. بعد میگه که رضویان از قسمت 27م وارد این قضیه میشه. و بعد رضویان میگه من بازی نمیکنم، نه یا از 3 قسمت قبل از شروع باید بازی کنم، تو تیتراژم از مثلا گوش من باید اینسرت بگیرن و 23 من نیستم و بهش هم زنگ بزنم بیا سر پروژه، میگه نه من پام درد میکنه نمیام بیرون. پیش میاد؟ نه سهران که الحمدلله این اتفاق نیفتاد اصلا. نه تو این بده بسونه کاری که با دوستانتون در همین حیطه کارهای کمدی و طنز و اینا دارید، شده کسایی ازت دلخور شن؟ من یه روزی یه مصاحبه از آقای مدیری دیدم، احساس کردم یه دلتنگی همراه با دلخوری تو جملشون هست. پرسیدن که من اسم میبرم، از آقای مدیری پرسیدن، گفتم من اسم میبرم، نظرت در حد یه جمله یا یه کلمه بگو. و آقای مدیری گفتن که جواد رضویان. آقای مدیری گفتن، یه نفسی گرفتن، گفتن بی معرفت. من قلبن آقای مدیری رو دوست دارم، من خیلی مدیونم به آقای مدیری بابت چیزهایی که ازشون یاد گرفتم، بابت اطمینانهایی که تو این پروژه هایی که کنار هم بودیم به من داشتن. من اگر دلخوری آقای مدیری از من دارن و همینجا جلو دوتا دوربینی که الان جلوش نشستم، نه یکی همونجا سه تا دوربین، امیدوارم که آقای مدیری من حلال کنن، من ببخشن. من ارادت قلبی دارم با آقای مدیری. آقای مدیری رو کاپیتان هیته طنز سینما و تلویزیون میدونم و حالا احساس بکنم بعد از آقای مدیری یاد بگیرم. آقای مدیری حضورشون از من دریغ نکنن، بذارن ما کنارشون باشیم. توی زندگی سعی میکنی آدم متواضعی باشی؟ یعنی واقعا پیش نیومده ناخودآگاه خودتو بگیری برای آدم عادی تو خیابونت؟ نه که ولی نعمت ما هم اصلا این آدم هایی که تو خیابونت. ببین خیلی گنده حرف میزنی جواد رضویان، من اصلا پشتم میلرزه، خوف میکنم. واقعا باورت اینه که مردم با همین واژه، همین عبارت ولی نعمت جواد رضویانه؟ بدون تردید اینو با تمام وجودم خالی از هر نوع تواضع و افتادگی و بدون هیچ سوادی اینو دارم میگم، خیلی به قول خودمون عامیانه دارم میگم، مردم ولی نعمتمان، مردمن که من 2 دهه الان در خدمت مردمم. یعنی شاید خیلی از اهالی این حرفه که خودم هم واقفم بهش، احساس داشته باشن که من آدم کم سوادیم یا آدم بی سوادیم یا آدم کم تجربه یا بی تجربه ایم، که خودم هم واقفم به این قضیه. ولی واقعا وقتی مردم من قبول میکنن، مجاب میکنه آدم های این حرفه رو که بازم من دعوت کنن به حضور. و واقعا نمیدونم چجوری از مردم تشکر بکنم که تو این سالا من تحمل کردن. من تحمل کردن واقعا، خیلی وقتا شده به واسطه کارهای ضعیفی که ارائه کردم خودم خجالت کشیدم از اون کار، خودم خجالت، مردم رحم کردن به من.
مردم به من جواد رضویان رحم کردن و رفتن اون فیلمو دیدن که اون فیلم شکست نخوره که من جواد رضویان خونه نشین بشن. مردم این لطف، پس مردم ولی نعمت منن، مردمن که دارن نون سفره منو میدن، مردمن که دارن روزی زن و بچه‌مو میفرستن سر سفره. ببین جواد رضویان، خدا به تو یه استعدادی داده، خودتم تو رو به اون راه هدایت کرده، فکر میکنی که چقدر عملی نه به زبان میشه شکرشو گفت با کارهای خوب کردن و کارهای بهتر ارائه دادن؟ و اگه جواد رضویان توی پروژه بازی میکنه که خودش میگه خوب نیست، که ضعیفه، که خجالت میکشم، اونجا ناشکری نمیکنه؟ قطعا. ولی باز هم برای اونها دلیل داشتم، یعنی انقدر صمیمی شده بودم با یه دوستی و یا دوستانی که نتونستم روشون رو زمین بندازم. یه وقتایی هم شده شاید خیلی قشنگی نباشه گفتن این حرف، واقعا بر حسب نیاز مالی بوده که تن به یه کارهایی دادم توی پروژه های شرکت. خودتون جاها رو دوست داری؟ اصلا نه، این توجیهه. تو میگن خدا انسان رو که آفرید انگار توجیه هم کنارش خلق کرد، خودت این توجیه رو میپذیری؟ جواد رضویان در قضاوت برای جواد رضویان میپذیره؟ بله کاملا. میگم من اصلا هیچ الان عامل دفاعی با خودم ندارم، کاملا دستان بالاست، نمیتونم خیلی ببرم بالا خاطر اینکه عقاب میره بیرون، کاملا دستان بالاست در مقابل یه همچین کارهایی که کردم. اینا هم توجیهه به قول فرمای شما، اصلا شک ندارم. هیچ وقت پیش اومده که از خدا بخوای که در واقع تغییری در تو ایجاد کنه، از توی بهتری بسازه، که از توان خودت انگار در یک مرحله خارج شده باشه؟ بگی خدایا من در این مورد خاص زورم نمیرسه، خودت یه کاریش کن. میگم خداوند دو جا به بنده‌اش میخند، به جایی که همه تلاش میکنن یه بنده ای رو ببرن بالا، خدا چنان میکوبتش زمین که دیگه بلند نشه، به جایی که همه سعی میکنن بکوبن بنده خدا رو زمین، و خداوند اونجا اون بنده رو به اوج میرسونه. و خداوند تو این دو مورد، اون موقع خداوند هم لبخند میزنه، و اون موقع است که ما هم باید با خدا لبخند بزنیم. وقتایی که کوبیده میشی زمین، خدا رو همون قدر شاکری که وقتایی که اسم میکنی رفتی بالا؟ سعی بر شاکر، بنده شاکر بودن خدا داشتم، قطعا خیلی وقتا هم کوتاهی کردم. یک چیزی رو میگم بهش فکر کن و نظر تو راجبش بگو. میگه که خدایا دقیقا زمانی که فکر میکردم در خانه نعمت تو غوطه برم، در معرض آزمون تو بودم. حرفی که زدید مستاق این دنیاست، اصلا خیلی کلیه به نظرم. نه یه وقتی میخوام بگم این جواد رضویان شهرت سراغش میاد، شاید دو اقتصاد دو وضعیت مناسب اقتصادی سراغش میاد، محبوبیت میاد، و میگه که واقعا الان دیگه در دل همونها اتفاقا ابتلاعاتشه، همونها آزموناشه، یه این وری یه اون وری، در حالی که فکر میکنه در اوجه، انگار با شیب فراوان داره میره به قعر. بله مرا همین میگه المال و البنون فتنتان دیگه. خیلی باید حواسمون جمع باشه، همه اینا سنگ محکای اطراف ماست. یعنی خیلی زیبا حرفی که میزنید، یعنی خداوند این همه زیبایی ها و این همه نعمت ها رو بر ما گستره توی این دنیا، ولی باید بدونیم همه این زیبایی ها به راحتی میتونه آزمونی باشه بر ماها، و ما هم کاملا در ما بنده های کم ایمان به خودم میگم، قطعا در معرض آزمون خطاهای وحشتناکی قرار دارم. از خدا میخوام که خطاهامو کم کنه. اگه قرار باشه جواد رضویان رو، نه شکل و شمایلش رو، جواد رضویان رو روی یه بوم به ساده ترین شکل ممکن بکشی،
چی میکشی؟ من خودم تصویر سازی خوندم ولی الان واقعا خب یک کمی بهش فکر کن ببین واقعا اگه قرار باشه جواد رضویان رو بکشه چی میکشه؟ آقای اویسی یه مش دندون میکشن اگه قرار باشه برای یک چیز و صرفا برای یک چیز خداوند خدای رو تشکر کنی اون یک چیز چه خواهد بود؟ از اینکه خدا خدای ماست. سپاس و احترام برای شما آقای جواد رضویان که اومدید به گفتگوی تنهایی. سپاسگزارم. قربون شما. ممنونم. ممنون که منو تحمل کردید. ممنون که منو دیدید. ممنون که منو تحمل میکنید. لبتون خندان. زیر سایه مرتضی علی یا حق.